و عملی. در طول این سالهای متمادی ملت ایران بران بود که عقب مندگی های سالهای طولانی گذشته پیش از انقلاب را جبران کند و موفقیت های بزرگی هم در این را به دست آورد. آنچه انجام گرفته است در طول این سالهای متمادی در تاریخ ملت ایران کارهای برجسته و انشاءالله مندگاری خواهد بود. و اما امسال سالی است که ما امیدهای زیادی به حرکت و تلاش در این سال بسته ایم. اولا مجلس تازه نفسی به میدان کار و تلاش قدم می‌گذارد و ثانیا دولت خدمتگزار و پرتلاش و خستگی ناپذیری بر سر کار است. اگر مجلس و دولت انشاءالله با حکمت و درایت و تدبیر کارها را برنامه ریزی بکنند، امید این هست که ما در این سال بتوانیم کارهای بزرگی رو انجام بدیم. هم در صحنه داخلی و هم در عرصه پیچیده بین المللی ملت ایران نیاز به کار و ابتکار و تلاش مجدانه دارد. ما باید جبران کنیم اونچرا که در گذشته در دوران حکومت طاغوت ها از دست دادیم و دچار عقب ماندگی شدیم. این ایجاب می کند که ما تلاشمون رو هرچه می توانیم بیشتر و بیشتر و جدیتر کنیم. در عرصه داخلی اونچه مورد نیاز است پیدا کردن راه‌های میانبر همراه با تدبیر و درایت و حکمت است. ما نمیتوانیم آرام و معمولی حرکت کنیم. باید با شتاب، نهایت شتابی حساب شده و منظم و منضبط پیش برویم. باید بتوانیم کارهایی را که برای نسل‌های آینده مندگار خواهد بود انجام بدیم. در عرصه بین المللی دوستانی در جهان داریم، دشمنانی هم داریم، کسانی هم هستند که دشمن نیستند لکن رقیب ما هستند. این عرصه پیچیده نیاز دارد به اینکه ما تلاشمون را مدبرانه و شجاعانه و عزتمدارانه برنامه ریزی کنیم. در این عرصه اگر موفق بشویم، این موفقیت در توفیقات داخل کشور و پیشرفت‌های بزرگ ملت ایران در زندگی خود هم اثر خواهد گذاشت. خوشبختانه مسئولین کشور عزت ملی را کاملا در نظر دارند و می دانند که در مقابل زیاد خواهی دشمنان راه نجات تسلیم شدن و عقب نشینی کردن نیست. اگر دشمن زورگویی و زورگیری می کند، باید در مقابل دشمن ایستاد و پیشرفت کرد. علاج ملت ایران در کسب اقتدار است. این اقتدار فقط به معنای اقتدار نظامی نیست، اقتدار علمی، اقتدار اقتصادی، به دست آوردن قدرت اخلاقی و اجتماعی، بالاتر از همه اینها اقتدار معنوی و روحی که از اتکال به خداوند متعال برای یک ملت حاصل می شود. اگر بخواهیم در این صحنه قدرتیابی ملت ایران پیش برویم و به هدفهای خود دست پیدا کنیم، ملت و دولت باید به یکدیگر دست دوستی و همکاری کامل بدهند. همچنانی که به حمد الله ملت همواره پشتیبان مسئولان بوده است، باید این پشتیبانی هرچه بیشتر ادامه پیدا کند و با یکدیگر همکاری کنند ملت و دولت. قشرهای گوناگون ملت ایران، قشر عالمان و فرزانگان و محققان، قشر دانشجویان،
قشر کارگران و کشاورزان، قشر سرمایه گذاران و کسانی که قادرند با سرمایه گذاری خود ملت را به پیش ببرند، مدیران بخش‌های گوناگون مؤسسات دولتی و غیر دولتی، همه اینها باید احساس بکنند که بار سنگین پیشرفت کشور بر دوش آنهاست و تکلیفی است الهی و مردمی و نتایج انجام این تکلیف آید همه خواهد شد و همه از اون سود خواهند برد و بیش از همه خود اون کسانی که این تکلیف را به بهترین وجهی انجام دادند. من برای این سال آینده دو چیز را انتظار میبرم. یکی این که در همه بخش هایی که گفتیم باید نوآوری به وجود بیاد. مسئولان دولتی در روش‌های اقتصادی، در روش‌های سیاسی و دیپلماسی، در پیشبرد کشور به سمت علم و تحقیق، در گسترش فرهنگ مطلوب در میان کشور، در ارائه خدمات به همه قشرها به خصوص قشرهای محروم و مظلوم، در آبادانی کشور، بخش‌های آحاد مردم در دانشگاه ها، در بنگاه های اقتصادی، در دستگاه های گوناگون اجتماعی و خدماتی، هر کدامی نیاز دارند در کار خود، در عرصه فعالیت خود نوآوری کنند. این نقطه اولی است که مورد انتظار ماست که در این سال باید نوآوری فضای کشور را فرا بگیرد و همه خود را موظف بدانند که کارهای نو و ابتکاری را در سایه مدیریت صحیح و تدبیر درست در فعالیت کشور وارد کنند. انتظار دوم این است که فعالیت‌هایی که در سال‌های گذشته انجام گرفته است، کارهایی که دولت کرده است، سرمایه‌گذاری‌های بزرگی که مسئولان گوناگون و آحاد مردم در بخش‌های مختلف، چه سرمایه گذاری مادی، چه سرمایه گذاری معنوی انجام دادند، اینها به شکوفایی برسه و نتایج اون رو مردم در زندگی خود حس کنند. برخی از کارهاست که امروز آغاز می شود لکن به زودی نتیجه خود را نشان نمی دهد. کارهایی که در سالهای اخیر انجام گرفته است، همچنین بسیاری از کارهایی که در طول سالهای گذشته انجام گرفته است، نتایج خود را به تدریج باید به مردم نشان بدهد و کام مردم را شیرین کند. باید آنچه را که کاشته ایم شکوفا بشود و به مردم ثمر بدهد. لذا من امسال رو سال نوآوری و شکوفایی می نامم و انتظار دارم که انشاءالله هم در زمینه نوآوری هم در زمینه شکوفایی ملت ما شاهد نتایج شیرینی باشند و سال رو به بهترین وجهی با عزت، با موفقیت، با کامیابی و شادابی انشاءالله و با توان بیشتر به پایان ببرند. از خداوند متعال توفیق آحاد مردم عزیزمون و توفیق مسئولین محترم کشور را مسئلت میکنم و امیدوارم دعای حضرت بقیت الله ارواح و نافداه شامل حال همه مردم باشد و روح مطهر امام بزرگوارمون که گشاینده این راه و آغاز کننده این فصل جدید زندگی ملت ایران بودند با اولیاء پروردگار محشور گردد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.